سلام و درود فراوان به همه شما عزیزان دلم. حالتون چطوره؟ خوبید انشاءالله؟ خیلی خب بچه، این جلسه قراره که با هم یاد بگیریم چطوری از این رفلکس بهش میگن، چی بهش میگن، بازتابای شیشه روی عکسمون بندازیم. واقعا نمیدونم اسمش چیه، اگه شما میدونید بگید. بازتاب بهش میگن، چی میگن، اون اسم خارجیشو نمیدونم. خلاصه که میخوایم از این تصاویر ایجاد کنیم دیگه. خیلی خب، من پروژه رو کامل واسه تون انجام میدم، یه توضیح مختصرم راجع به هر کاری که میکنم در انتهای ویدیو میگم. از اونجایی که قرار گذاشتیم توی یوتیوب تخصصی آموزش ببینیم، یه جوری نباشه که پس فردا یه نفر ازت پرسید خب چرا الان داری این کار رو میکنی، بگید راهشه دیگه، تکنیکشه دیگه. نه، بدون که قشنگ به چه علت هر کار داری انجام میدی، قشنگ حرفه‌ای بیای بالا بگی بابا به خاطر اینا، اونم بگه پرام. بله، خیلی خب، بریم سراغش. اول از همه ما باید یه تصویر خیابونی، بیابونی، کوهی، دشتی، کمندی، چیزی پیدا کنیم که تنها نکته که داشته باشه اینه که داره کنتراست بالایی باشه. کنتراست یعنی چی؟ یعنی تفاوت قسمت‌های تیره و روشن بسیار مشهود باشه. الان یه سری ساختمون داریم که تقریبا تیرن، اینجاها تیره است، کلا اینجاها روشنه، یا این قسمت‌های ساختمون‌ها روشنه، اینجاها تیره است، اینجاها تیره است، اینا روشن حساب میشه. خیلی خب، میریم سراغ قسمت فیلتر، بلر و گاسیان بلر. به میزان مورد نیاز تصویرم عدد رادیوس رو زیاد میکنم. قبلا بهتون گفتم هر چقدر رزولوشن و کیفیت کلان تصویر میره بالاتر، تأثیری که این رو عدداش میذاره همش باید بره بالا تا قدرت بگیره. یعنی فرض کن یه تصویر الان اینجا داری، با حجم باهات صحبت میکنم که قشنگ درک کنی، مثلا 50 مگ فایل راه، خب قطعا یه کیفیت خیلی بالایی داره. یعنی مثلا بهش یه دونه گاسیان بلر 8% بدی انگار نه انگار، ولی حالا فرض کنین تصویرت فوق العاده بی کیفیته، بهش 4 بدی انگار زدی ترکوندیش. الان برای این تصویر من تقریبا فکر کنم عدد 22 اوکی باشه. خیلی خب، اوکی میکنم و بعد از اون مستقیما میرم سراغ بلنی مود ها و از حالت نرمال به حالت اسکرین تغییر مود میدم. خب الان همونطور که میبینی تقریبا مثل این حالت شده، یعنی معلومه که یه شیشه چیزی الان جلوشه، اما اون جلوهی که باید داشته باشه رو نداره. چی کار کنم که خیلی بهتر بشه؟ خب باید خودم هم بیام روی این کنتراست تاثیر بذارم. چطوری؟ به سادگی میرم سراغ ادجاستمنت ها، ادجاستمنت لیولز رو ور میدارم و حتما با زدن کلیت های کنترل، آلت و جی روی کیبورد اینو کلیپینگ ماسکش میکنم فقط به لایه خیابونم. اولین زبانی که باش کار میکنم زبانه وسطه که این ور اون ورش میکنم ببینیم کدوم طرف بره بهتر. خب قطعا الان سمت راست بره خیلی خوبه. خب حالا همونطور که میبینی اینجا یه تاچره از ساختمون و ماشین و اینا داریم که خیلی خوشگل کرده تصویرو. این طرف که برای قسمت های تیره است که دوباره شدت رو میتونه بیشتر کنیم و برای قسمت های روشنه. و اما این دوتا زبانه پایین، الان ببین اگه من اینو به سمت چپ بیارم قسمت هایلایتشو، هایلایت ها تیره تر میشه و خب یه خور قدرتشو از دست میده. اینم اگه اینور بیارم شادو هم تبدیل به قسمت یکم روشن تر میشه. یه خورده من هایلایت رو میارم اینور و اینم یه خورده بیشتر میکنم. خیلی خوب، حالا بیا قبل و بعدش رو ببینیم و کلن قبل و بعد کار رو ببینیم. خیلی جلوه قشنگی شد، خیلی زیاد. حالا اگه احساس کردی که مثلا یه وقتی میشه دیگه، عذر میخوام، الان تم ما گرمه، اوکی، کلوینه، کلن عکس ما عدد بالایی بوده، یه خورده فضا خوشگل و گرم شده، فرض کن حالا یه تصویری میاری میندازی اینجا. بذار اینطوری کنم اول برات، خودم خرابش کنم اینطوری. خب فرض کن مثلا اومدی یه همچین تصویری انداختی که کلن زده داغون کرده تصویرتو. چیکار کردم من؟ من الان میخواستم خرابش کنم، کالر بالانس آوردم دیگه. اوکی، فرض کن الان مثلا تصویرت آبیه، کاری نداره، دوباره میرم تو ادجاستمنت ها یه دونه کالر بالانس انتخاب میکنم و روی تم این کار میکنم به همین سادگی. مثلا میخوام گرمش کنم، باید مثلا قسمت سایان بره به سمت قرمز، زبانه دوم دست نمیخوره و قسمت زرد هم به سمت خب زرد میره دیگه، دقیقا معکوس هم میکنیمش.
به همین سادگی. الان ببین خیلی هم تصویرمون شیکتر و خوشگلتر شد. و حالا اگه دیگه آخر خواستی فیلتری هم بندازی، میتونی از کالر لوکاپ استفاده کنی، میتونی توی ارزم به طولت که کمرا را بری خیلی حرفه‌ای تر تنظیم رنگ انجام بدی و هر کاری که دیگه خودت دوست داری. الان مثلا فرض کنم یه همچین چیزی بندازم روش، البته اپاسیتیش کم کنم، حالا بیا قبل و بعد کارو ببینیم. خیلی هم خوشگل و شیک و مجلسی تر شد به نظرم از اولش، فوق‌العاده زیبا شد. این تکنیک خب خیلی جا کار آمده، فقط مخصوص عکسی که تو کافه میگیری نیست، خیلی وقتا ممکنه تو ماشین مثلا یه عکس داری، میتونی همچین چیزی رو بکشی به عنوان شیشه ماشین، به عنوان پنجره خونت مثلا، چه میدونم الکی دستتو دیدی میذارن رو دستشون، میذارن رو شیشه بعد عکس میگیرن، تو دستتو همینطوری انگار گذاشتی رو شیشه عکس بگیری خودت، بعد اینو بنداز روش، فوق العاده چیز قشنگی میشه، مخصوصا الان که فصل پاییزه و کلی هم از این بارندگی ها داریم، میتونی از این تصاویری که انگار بارون باریده و اینا ایجاد کنی و حالشو ببری. خب بریم برای سراغ توضیحات تخصصی. بهت پیشنهاد میکنم اینا رو واقعا یاد بگیری. اولین کاری که کردیم چی بود؟ رفتیم تصویرمون رو گاسیان بلر بهش زدیم. چرا این کارو کردیم؟ به این علت که ببین دوست من، مدل توی کافه میشینه، عکاس میره بیرون از کافه، از پشت شیشه ازش عکس میگیره. سوژه ما مدل ماست، پس هر چیزی به جز سوژه باید حالت فلو بگیره، مثل بک‌گراند. اوکی، خب پس ما شیشه رو باید قبل از اینکه هر حرکتی روش بزنیم فلو کنیم، انگار که قشنگ یه عکس طبیعی بشه. خب کار بعدی که کردم چی بود؟ کار بعدی این بودش که مودم گذاشتم رو اسکرین. خب اسکرین خودتون میدونید یه مودیه که کلن میاد میتره کنه، یعنی حرکت خیلی خفنی میزنه، که مود نزدیک بهش بعد از اسکرین میشه لایتن، که حالا این گزینه، یعنی اوکی ممکنه که خیلی وقتا رو این تاثیر خیلی بیشتری داشته باشه، همین الان واسه تغییر بدم میتونی ببینی، خیلی وقتا ممکنه خراب کنه، ولی عموما فیلتری که یا فیلتر مودی که استفاده میشه اسکرین هستش. این علت عجیب غریبی نداره، قوانین فتوشاپی که دیگه هر کسی باید بلد بشه. کار بعدی که کردم در حین کار توضیح دادم، یه دونه ادجستمنت لول زدم برای اینکه بتونم شدت کنتراست رو توش بیشتر کنم. حالا شاید از خودتون بپرسید که کار دیگه‌ای هم میشد کرد از همین کنتراست. میتونستیم یه دونه ادجستمنت برایتنس ایجاد کنیم، کنتراستش رو افزایش بدیم. اما خب اونجوری که باید و شاید به ما کمکی نمی‌کرد، چون داره به صورت کلی تاثیر می‌ذاره. توی قسمت لولز ما خب خیلی کنترل شده و جدا از هم قسمت‌های تیرو روشن داریم. اوکی، اینم از این. و قسمت کالر بالانس هم که بهتون توضیح دادم، هر زمان که اگه وقت به اصطلاح وایت بالانس کارتون اوکی نبود، میتونید ازش کمک بگیرید و کار خودتون رو بسیار جلوه ببخشید. امیدوارم که از این آموزشمون هم بچه‌ها لذت برده باشید. مرسی تا اینجا همراه ما بودید. دیگه لکنت زبون گرفتم، خیلی ویدیو قبل این ضبط کردم. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید بچه‌ها، حتما لایک کنید، واسمون کامنت بذارید، یوتیوبمون هم بیاد بالا، مثل این چند سالی که تو اینستاگرام همراه ما بودید و همیشه ما رو حمایت کردید. دم تک تکتون گرم. تا آموزش بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.